آفرین به هوشت مراد. چه خوب شد همه خانواده دور هم جمع شدیم. از این به بعد هفته یه بار این کارو بکنیم. کاش یه سوپی، چایی، چیزی سفارش میدادیم. همین جوری که خشک و خالی نمیشه. وقتی به دستیارت نیاز داریم بازم نیست چالی خانم. این بار خودم فرستادم بره برای مهمونه چایی و قهوه بخره. الان میاد. خوش اومدین. و اینک سونا پکتاش با استایل جدیدش. حیات خانم امروز زیر دستای سهرامیز توبا خانم بوده. چطور شده بابا؟ ممنونم دخترم. والا دخترمون سونا همه جوره خوشگل بود، اما الان دقیقا یه کارمند سارتی شده. توبا خانم بازم خلاقیت خودتون رو به رخ کشیدین. آقا نجات، دست خودم که نیست، خونی که تو رگای منه برای مود، استایل و خلاقیت ساخته شده. ولی انصافاً مانکنمونم خیلی خوشگله. اگه تعریف و تمجیدتون تموم شد جلسه رو شروع کنیم. مراد عجب آدمی هستی یا؟ بذار دو کلمه از دخترمون تعریف کنیم. سونا جان دیشب با بابات بودیم، حواست باشه، کلی در مورد تو حرف زدیم. با پدر من؟ بد نگو. کمال چیزی بد نگو. احتمالاً فرصت نشده. شاید هم مشکل سلامتی چیزی داشته بابا. کردی اشتباهی محض کرم. تنها گناهم اینه که تو رو دوست دارم. ببین اگه فقط یه خط روی ماشینم افتاده باشه خط خطیت میکنم. تو خیلی وقت قلب من خط خطی کردی. برای همه چی یه جوابی داره دخترم، دختر نازم. این دیوونه با تو چی کار کرد ها؟ دوزیدت؟ خوش اومدی زنداداش. زنداداش؟ پس چی باید به زنداداش ایپک بگیم؟ ببین به هم بگو چاقو، چون میخوام خودم رو بکشم. تو به اینو چی گفتی کرم ها؟ دختر گلم، در مورد عشقش به تو گفته دیگه، چی میخواستی بگه؟ والا راستش همون جوری هستی که کرم به همون گفته. خیلی هم به هم میان ماشالله. ایشالله خودم شاهد عقدتون میشم، از الان گفته باشم. دارم دیوونه میشم، اصلا خوب نیستم. دخترم اینو دارن چی میگن؟ ماشاءالله تو چقدر خوشگل و شیرینی دخترم. کرم پسرم، انشاءالله بچه هاتون شبیه دخترمون بشه. انشاءالله استاد، انشاءالله. من تو رو میکشم، به خدا میکشمت. دیگه طاقت ندارم. مردی که این روانی میبینی از الان داره دنبالم میاد. گفتم که آخرش به هم میرسی، نگفتم اوستا. مثل دوتا پرنده عاشق دارم با هم عشق بازی میکنن. میبینی پترم، اگه کفشم پاشنه بلند نبودن تو الان مرده بودی. که بابا ماشین تو درست کردم آخه. شما دخالت نکنین. همچنان داخل کشور و خارج از کشور کارمون برای پیدا کردن مبلمان ادامه داره. فقط میخوام پروژه مود با پروژه من مطابقت کامل داشته باشه. به نظر من که فکر خیلی خوبه. آره به نظر منم که فکر خوبیه. تا اونجا که من فهمیدم اینطوری کفشای خودمون و کیفای خودمون و جواهرات زینتی خودمون و خودمون تولید می‌کنیم. دقیقاً همینطوره. داداش من هنوز نفهمیدم این موضوع به من چه جوری می‌خواد مربوط بشه. من می‌خوام مدیر طراح این پروژه تو باشی داداش. این یعنی چی؟
میخوای دروک از مقام مدیریت بره کنار و مثل همه کارمندای سارت اینجا به عنوان طراح کار کنه؟ عزیزم، نیازی نیست از مقام مدیریتش کنار بره. نظرت چیه داداش؟ هر دوتامون شمشیرامونو در میاریم و به همه تو این سند نشون میدیم که چطوری باید کار کنن. از همین الان من شمشیرمو برداشتم، زرمم پوشیدم، برای شروع جنگ منتظر فرمان شما. آفرین به مراد. کاری که من نتونستم تو 40 سال انجام بدم و با یه پیشنهاد عالی حل کرد. کلید موفقیت این پسر خلاقیت که من نداشتم. آره خیلی هم عاقلانه بود واقعا. منظورت پروژه جدید اشاره؟ محشر بود. نه خیر، این که قراره دروغ زیر دست مراد کار کنه. به نظر من بیشتر شبیه به یه پیشنهاد شراکت بود. آره، ولی صاحب سارت مراد نیست. دریا، خواهش میکنم باز شروع نکن. نه نه، به نظرم دروغ حقش بود. اگه نتونی خودتو نشون بدی اون وقت باید اینجوری زیر دست داداشت کار کنی. میشه یکم جلوتر منو پیاده کنی؟ با یکی از دوستام قرار نهار دارم. عزیزم من دیگه میرم، میبینمت. میبینمت. حیات، من دارم میرم، از آشناییت خیلی خوشحال شدم. حتما همدیگه رو ببینیم، باشه؟ البته منم خوشحال شدم. چاری بیدل خانم بگو نمونه ها رو زودتر حاضر کنه، به مشکل بر نخوریم. باش آقا، الان میرم. یه تار مو افتاده بود. ممنونم. من باید برم آقا مرادو ببینم، ببخشی. درک جان، آهویی که باید چه کار کنی همینه. میگه با مراد رابطه ای ندارم، ولی من باور نمی کنم. زودتر این اثر رام بردار. با کمال میل. مراد خان، میشه حرف بزنیم؟ در مورد چی؟ در مورد بابام یه سوء تفاهم شده، میخوام در مورد اون حرف بزنیم. این سوء تفاهم نیست، اسمش دروغه و الان هم سر کار هستیم و من برعکس تو خیلی کار دارم که باید انجام بدم، وقتی برای حرف زدن ندارم. من الان درست فهمیدم؟ تو میخوای من اطلاعات مربوط به قراردادهای شرکت سارت با بقیه شرکت ها رو بهت بدم؟ البته اگه چیزی باشه. شک ندارم که هست. چرا؟ یعنی چرا اینو ازم میخوای؟ شرکت سارت خودش وکیل نداره؟ یا اصلا چرا این اطلاعات رو میخوای؟ مگه شوهرت رئیس شرکت نیست؟ نجات هیچ خبری نداره. دیگه بدتر. حق داری، میدونم این کار مثل جاسوسی میمونه و اینجوری نیست. یعنی من از مسائل حقوقی شرکت چیزی سر در نمیارم و تو چندین ساله که وکیل شرکت‌های بزرگی بودی، برای همین فقط فکرم به تو رسید. باشه باشه، نه از اون لحاظ نمیگم. منظورم اینه که با وکلای شرکت سارت مشکلی دارین یا اینکه دیگه بهشون اعتماد ندارین؟ نه هان جان، من به وکلای خودمون اعتماد دارم. تنها کسی که بهش اعتماد ندارم پسرمه. میتونم بیام داخل؟ اگه در مورد کاره. آره مراد، من میخوام معذرت بخوام. از کاری که کردم خیلی پشیمونه. هرچی بهشون فکر میکنم بیشتر خجالت میکشم. تنها تسلی من اینه که حیات منو بخشید، واقعا دارم میگم. من دیگه نمیخوام مثل قبل باشم، دیگه نمیخوام به کسی حسودی کنم، خودخواهی کنم، میخوام عوض شم. من برای تو خیلی احترام قائلم مراد، حداقل باید بتونیم مثل دوتا دوست کنار هم بمونیم. از شنیدن